آلمان میگوید حکم محکومیت سرکرده خودخوانده گروه داعش در این کشور صادر شد دادگاه شهر تسله در شمال آلمان اعلام کرد ابو ولا سرکرده سنی های تون رو که در آلمان برای گروه تروریستی داعش نیروی داوطلب جذب می کرد به ده سال و نیم حبس محکوم شد احمد عبدالعزیز عبدالله عبدالله ملقب به ابو ولا از سه سال پیش در تسله در شمال آلمان به همراه چهار همدست خود در حال محاکمه بود ابو به عضویت در داعش و حمایت از این سازمان تروریستی خارجی متهم است دیگر متهمان این پرونده با احتمال چهار تا یازده سال حبس روبرو هستند وکیل متهم اصلی تقاضای تبرعه به را کرده بود طبق اتهامات مطرح شده ابو بلای عراقی الاصل نماینده داعش در آلمان بود و با سران این گروه تروریستی ارتباط مستقیم داشت به همچنین مغز متفکر داعش در آلمان بود که نیروهای داوطلب را از آلمان به سوریه و عراق اعزام می کرد. ابو ولا در مسجد محل فعالیت خود در هیلز تایم آلمان محلی برای جذب نیرو راه اندازی کرده بود. دست کم هشت نفر که همه ی افراد بسیار جوان بودند به این ترتیب از آلمان راهی عراق و سوریه شدند. از جمله این افراد می توان به دو برادر دوغولی آلمانی اشاره کرد که در سال 2015 در حمله انتحاری مرگبار عراق مشارکت داشتند. ابو ولا بسیار محتاط بود و لقب واعظ بدون چهره را گرفته بود. زیرا هنگامی که سخرانه های او در اینترنت منتشر میشد، شد چهره اش نمایان نبود. به همچنین به سخرانه های تروریستی در مسجد هیلستایم متهم شد. این مسجد هم اکنون تعطیل شده است. از جمله کسانی که به این مسیر رفت آمد داشتند دست کم یکی از سه جوان متهم به بمبگذاری در معبد سیکا در سال 2016 در آلمان است حمله به معبد سیکا به زخمی شدن سه نفر منجر شد که جراحت یکی از آنها بسیار وخیم بود همه عاملان این حمله در ماه مارس سال 2017 به حبس محکوم شدند